بنی آدم اعضای یک دیگران که در آفرینش ز یک گوهرند. چوزوی و درد آورد روزگار، دیگر روزها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا میبینند و صدای مرا میشنوند. در این برنامه بیشتر به هم نو دوستی تمرکز شده است. قدم هایم در برداشتن سست می شود. جسم من خسته است. روزگارم هم با من یاری نمی کند. ولی تو برایم توانایی و همت بیشتر ببخش تا برای بقای این زندگی با خانواده‌ام همراه باشم. خوشبختی هایم را به عجله در سرنوشتم نوشته بودند. بد خط بود. روزگار نتوانست آنها را بخواند. ای زندگی، در شیرینیت چه ریخته ای؟ این که کامم تلخ می شود. همیشه در سختی ها با خودم می گفتم این نیز بگذرند و هنوز هم می گویم، اما حال می دانم آنچه می گذرد عمر من است، نه سختی های این روزگار. پروردگارا، بر دلم آرامش فروریز که هر آنچه مرا به درد می آورد را نادیده بگیرم. باز هم نیمه های روز است و آفتاب هم می تابد و ما هم در مسیر رسیدن به گوشه های گوناگون این شهر. این پیرمرد باید همه روزه برای خانواده 12 نفریش با جمع‌آوری پلاستیک ها و بوتل ها از کناره های جاده ها نفقه بیابد. سلام علیکم پدر. خوب هستی؟ خیلی خوب. پدرم شلوغ. سلامت باشی. چی از کار می‌کنی؟ بوتل از و چی می‌کنی؟ تو کاله. تو مردم خورن اون طرف اند. حالا چی از کار؟ حالا من از کار. آیا شما این نزدیک می‌اید؟ همه روزه می‌اید؟ یا مسیر فرق می‌کنه؟ چه قمیش رو با زیر بخروش میرسی؟ چه کنی؟ چهارکی هست؟ سری چند میخوره یارا باز؟ یه کیلوی پانزده. کیلوی پانزده رو فهم. خب به خانه نان میبینید آسان. چند نفر هستیم به خانه؟ تو یک کم پیش به کاکا جان که میسه داره 12 نفر. تنها خودت سرپرستی میکنی؟ باز میشه یک چیزی میشه شواله سر میشه یا چی رفت؟ مقصد تیر میشه روز باره. روز باره است. بیا شکر که می سر و پای هستی میگذی و جمع میکنی. امروز از صبح تا کابل همه که جمع کنیم. انشالله خواد شد بخیر یک 30 روپه 40 روپه شاید 30 تانان 30 تانان و 3 وقت تانان خوش کنیم. یک نفر که یک کار یک وقت بخورم حتی خوی چیزا خود دیگه ایچ خلاص هست. چطور وضعیت در خانه؟ وضعیت والا بگم بخیر صحیح نیست. چند کرو میتونی؟ چهار هزار. این پیرمرد با جسم خسته و ظاهر افسردهش همه روزه ساعتها را با قدمهای خسته باید بپیماید
تا بر روزی تعیین شدهش از این راه برسد. این پیرمرد یگانه سرپرست خانواده‌اش است، ولی با ظاهر خاصش دانش و ایمان قوی نسبت به دنیا و آخرت را صاحب می باشد. گفتنیت به مردم چی هست؟ کسایی کمک میکنه، کسایی که اون کسی که کمک میکنه دیگه خداوند تعالی اون برای یک انسان کمک میکنه، خداوند تعالی برای این همون قدر اجر برش پاداش خداوند تعالی عطا میسازه. بله دیگه خداوند تعالی اون قدری که روی یک انسان کمک میکنه، خداوند تعالی صد همون قدر به اون کمک میکنه. بله واسه خیلی که یک انسانه که دوست یک غریب بشاره نمیگه، خداوند تعالی برای عدو بشار رحم چی عطا میزونه. بله این دنیا برای چی هست؟ این دنیا برای امتحان هست. نه برای امتحان هست که پروردگار این بنده ها را پیدا کرده که باش که ما یاسی که گجا شگرانگی مرا میکشن یا نمیکشن، برای چیزی که ما میتونم ضرور قناعت دارن یا ندارن، دست خیر داره کسی که روز کسی که خیر میکنه، اما خداوند تعالی بر از او، اما کسی که اینه در بدبختی و چیز قرار میده، خداوند تعالی بالای از او ذلت قرار میده. بله دیگه او شما رو خداوند تعالی از این چیزا نجات بده. وقتی که از این دنیا میری در او دنیا، بله اونجا چی به درد آدم میخورن؟ اونجا همالت بدرد. بله جز اعمال دیگه چیزی به درد نمیخورد، نه خانه، نه زندگی، نه اولاد، نه دیگه، نه دیگه هیچی به درد نمیخورد، فقط جز اعمال، اعمال خوب داشتی اون خداوند تعالی برسید میکنه، اگر نداشتی اون هم چیزی که خداوند تعالی محصول بکنه قدیل بکنه محصول بکنه. خداوند چی رقم آدم ها را دوست داره؟ خداوند تعالی کسی که در روزای خدا خیر داشته باشه، و خداوند در چیز دین چیز کنه، سخاوت و چیز بکنه، او مردم خداوند تعالی دوست داره. بله او را دوست داره. بله و دشمن خدا کی است؟ دشمن خدا خیلی اول شیطان است. بله بعد از اون کسایی که پیروی از شیطان میکنن یا دشمن خداوند تعالی دوست داره. کسی که دروغ میگه، کسی که دروغ و چیز میکنه، او ای گپ غلط میزنه و گپ چیز میکنه، او ای هم دشمن خداوند است. بله مال یک مردم به سرقت میبره، مال مردم چیز میکنه. به نظرت خودت پیش خداوند یک آدم خوب هستی یا گناهکار؟ ولی خود از گناه هیچ کسی خلاصی نداره. بله که ما بگویم که ما پاک هستیم، نه، به اندازه چیز خود گناه داریم. آه اما چیز گناه باشه، خداوند تعالی به او را معصوم میکنه. بله همین کاری که کار خوبه که در یادت هست برای مردم انجام دادی یا برای بله. خودت به نظرت که اینی کار ما خوب بوده کدام کار بوده؟ بله چی کردی مثلا؟ برای اگر انسان که بدی نکنی اون یک کار نیک هست، اگر کار خراب کردی اون بدان که کار به اگر انسان اگر عمل بد انجام دادی بله اونو کار. تو ما تونستیم که به انسان خیر ما برسه و شر ما نرسه. بلکل یعنی کار خوب کردی، کار خراب نه؟ انشاءالا فضل خدا در کار خراب هیچ بس نفیدیم فضل خدا. بله خداوند تعالی عالم از او کارا ما را نجات بده. بر اولادت چی توصیه میکنیم؟ بر اولاد ما همین توصیه میکنیم که در حق مردم او کدام گپ زشت خراب چیز بعضی کسایی را که میبینه از خودتان بالاتر چیز قابل احترام است، احترام کنه، سلام بده. دیگه نمیشه توصیه ما بر اولادوی نمی است با مردم کار زشت خراب نکنیم. و بالاخره همکاران ما میخواهند به این پیرمرد و خانواده 12 نفریش مقدار مواد غذایی را خریداری کنند تا این بار سنگین از شانه هایش برای مدت کاسته شود. خب دوستا پدر جان تصویرش دیدین،
مشکلات شما دیدین و این جوانی که صحبت های داشت، ما ناگزیر شدیم که یک بار بریم به خانه شان و خانواده شبی بینیم. چالا چیزی که از دست ما شد همراهشان خواد کردیم. پدر جان یعنی پولان بیگی یک کرای موتر و پیسه یک گاز ماز شد. خب یه هفته هشت این نو ده یازده از همینجا یک موترک بیگی بوجیگه کایت هم در داله است او را برد میتیم دیگه برو بخیر طرف خانه. چی گفتنی داری حالا برای کسای کمک میکن؟ کسی کمک میکن خدا من تالا برکت بده. یک تبان خیره که یک دعا کنیم برکت بده چه خدا من تالا همینقدر قطعی ما کمک میکن خدا من تالا صد اینقدر برای از او کمک میکن. الهی امین. خدا من در پناه خود نگاهش کنه. الهی امین. دیگه نمیگفتنی ماست. آمین بخیر باشی. ما سپاسگزاریم از عبدالواسی عثمانزایی که از جرمنی مبلغ 5000 افغانی را، آقای نجیب الله صفدری از استرالیا مبلغ 7000 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بودند که مبلغ 9800 افغانی را مواد غذایی به این پیرمرد خریداری کرده، مبلغ 1900 افغانی را نقدان به او پرداخت نمودیم و مبلغ 250 افغانی هم برای کرایه تاکسی پرداخت کردید. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشتهای اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.